سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخواییم راجع به گیم پلی روی چن با هم صحبت بکنیم. چن ما یکی از بهترین و معروف ترین پلیر های دوتا دو کروکی کاپیتان تیم نیگما هست که یکی از بهترین چن پلیر ها هم محسوب میشه. تو ویدیوی آموزش هیروی چن که لینکش رو هم همین زیر براتون گذاشتم، ما تمام لول های این هیرو رو براتون توضیح دادیم، ترتیب لول گیری رو گفتیم، کلمفاش رو گفتیم، آیتم ها از جمله آقا نیم ستر و آقا نیم شارد، همینطور تک تک یونیت ها و کریپ هایی که توی جنگل پیدا میشن رو به شما لول های مختلف میدن رو توضیح دادیم و داستان زندگی این هیرو رو هم گفتیم و اینجا میخواییم به بحث گیم پلیش بپردازیم، ببینیم حالا یه چنباز حرفه‌ای با این هیرو چطوری بازی میکنه. ببینین، بازی رو با یه دونه بلاکستون شروع کرده، مشخصه که میخواد توی لاین هیروهای حریف رو اون اوایل بازی اگر بتونه اتک بده و هرس بکنه، همینطور برای ساستین خودش و کری هملاینی 6 تا تانگو داره، یه دونه فری فایر هم گرفته. خیلی سریع آیتمایی که این پایین چیده میخواد مدالیون خودش رو با اون بلاکستون تکمیل بکنه. ببینین اوایل بازی اینجا داره چیکار میکنه، سمت مثلثی حریف چیکار میکنه. احتمال اینو میده که خب توی بازی رنگ بالا مسابقه تیم حریف بیاد و کمپ جنگل خودشونو بلاک بکنه، واسه همین سمت این کمپ جنگل چرخید تا ببینه که چه کریپی بهش میده تا بتونه با لول 2 اون کریپ رو بگیره. از شانسش کریپ خوبی هم بهش داد، موومنت اسپید آورایی بهشون میده و بعد از گرفتن این کریپ برمیگرده سریعا توی لایف. و حالا دقت بکنید با همین یه دونه کریپ چه تاثیر بزرگی میتونین توی بازی داشته باشین. البته خب زمینه این کار اینه که شما بلاک کردن هیروهای حریف و کریپ ها و یونیت ها رو حسابی بلد باشین. میبینید کریپش رو فرستاد اون بالا و از اون بالا سعی کرد که هیروی حریف رو بلاک بکنه، نذاره فرار بکنه. ضمن اینکه تاور هم داشت اون کلیپش رو اتک داد، همین اول بازی موفق شدن یه فرست بلاد با این تکنیک بگیرن. یه دونه سنتری هم گرفت، متوجه شده که هیروی حریف کمپ جنگلشون رو بسته، سنتری رو جای گذاشت که خب این سنتری طبیعتا بهش یه شعای کاملی میده که سنتری حریف هر جایی باشه یا وارد حریف هر جایی باشه اون رو بتونه ببینه. و بعد از این کار میبینیم وارد خودش رو دینای میکنه چون میخواد که توی این کمپ کریپ ظاهر بشه و بتونه با لول 2 اونها رو بگیره. هیروی حریف رو میبینه که داره بالا میاد، لول 1 خودش رو هم گرفته، یه دونه لول 1 میزنه که اتک اسپیدش بره بالاتر، شروع میکنه اتک کردن. بازم میبینین کریپ جنگل رو میگیره که موومنت اسپید آورایی تو شعر 1200 تایی بهش میده. ببینین حواسش به کری لاینش هست، ضمن اینکه داشت فارم میکرد و به محض اینکه اوضاع خطرناک شد سعی کرد بهش کمک بکنه، ولی خب موفق شدن که ترور بلید رو بکشن. حالا که سولو شده توی لان، کریش چند ثانیه نیست، توی پوزیشن سیف داره فارم میکنه و لستیف میزنه. ببینید هیل به اصطلاح کریپش کمه، اون رو سعی میکنه عقب نگه داره تا از افکت به اصطلاح آورایی که میده استفاده بکنه. سعی میکنه این کریپ ها رو به بغل بکشه، کمپ رو استک بکنه، ولی خب ارس اسپریت مانع این کار میشه. دوباره یونیت های لاین رو میبینه که دارن میرسن، ضمن اینکه یه تعدادی یونیت هم اینجا دارن. این به اصطلاح کریپ رو از جنگل میگیره که لول مانا برن رو هم بهش میده و 100 تا از مانای حریف کم میکنه و همون مانا رو از هلسش هم کم میکنه. از این سمت میبینید یه دونه سایکل موفقیت ها میزن داد. بازم میبینید این کریپ هایی رو داره میگیره که مانا برن بدن. چرا داره این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه دوست داره مانای وایپر رو توی لاین کم بکنه تا هم خودش هم کری لاینش بتونه راحت تر زنده بمونه. حالا تو ویدئوی قبلی ما بتونم یاد دادیم که چجوری واسه تک تک این کریپ ها هاتکی بذارین یا چطوری هیروی خودتون و کریپ ها رو مجزا بتونین کنترل بکنین. میبینین هر دو اینها رو سمت وایپر میفرسته، سعی میکنه لول مانابر رو هم روی وایپر بزنه، از این سمت اسموک زدن میاد لای درخت ها و سعی میکنه یه وارد رو تو جایی بذاره که به اصطلاح ویژن خوبی روی هیروهای حریف توی لاین خودشون داشته باشن. از این سمت متوجه میشه که هیروهای حریف به اصطلاح نیکس اساسین رو پیدا کردن و کشتن. ببینید چطور خیلی با صبر و حوصله عقب وایساده، باز کلیپ ها رو داره جلو میفرسته، از این سمت ارس اسپریت رو میبینه، وایپر لول خودش رو روی زمین میندازه،
کلیپ ها رو جلو میفرسته و با هر دو کلیپ لول میزنه روی وایپر و مانای اون رو یه مقداری کم میکنه. مدالیونش هم بچه ها تکمیل شده، حالا آیتم بعدی میخواد بوتسش رو بگیره. ببینید توی این صحنه کریش توی لاینش نیست، رفته جنگل داره فارم میکنه، اومده عقبتر زیر تاوره، جای سیفی وایستاده که احتمال کشته شدنش کمتر باشه. هیروهای حریفون رو زیر تاوره چیس میکنن، بین درخت های مرباری میچرخه، یه لول یکم روی وایپر میزنه، این فرصت رو برای همتونیاش میخره تا تلپورت بکنن اینجا و موفق باشن حداقل اونا هم یکی از هیروهای حریف رو بکشن. ببین مدالیونش رو میخواد به سولار کرست تبدیل بکنه و کلیپ به اصطلاح عقاب جنگل رو میگیره که این کلیپ توی شوهای 1200 تایی آرمور به شما همتونیاتون میده. از این سمت هم این کلیپ خفاش رو میگیره که لولی که میزنه یه رد و برقه که بین 4 تا یونیت پاس میشه، البته هر بار که پاس میشه دمیجش هم کمتر میشه که با جزئیات و مفصل اینا رو ما تو ویدئوی قبلی گفتیم و اینجا هم حالا یه اشاره‌ای برای یادآوری دوباره می‌زنیم. و بالاخره یکی از به اصطلاح محبوب‌ترین کلیپ‌ها برای چن هلبرت اسمشر این به اصطلاح کرس گنده قرمز رو می‌گیره که تو شوهای 1200 تایی اتگفید به شما همسینی‌ها کلیپ های تحت کنترل رو میده. میبینین همین جوری که داره از یه لاینی میره به یه لاین دیگه که جوین بده جنگل رو هم فارم میکنه، اگر کلیپ مورد نظرش هم پیدا بکنه اون کلیپ رو هم بر میداره میگیره. از این طرف وایپر رو پیدا میکنه، یه لول یک روی وایپر میزنه، کلیپ ها هم جلو میفرسته. لول بچه ها این هلبر اسمشر هم دیدین یه لحظه زد و نسن وایپر رو بکشن، هیروهای حریف اینجا بودن، بک داد اومد یه جای سیفتر به صلاح توی شوهای تاورشون جایی که براش امن باشه. از این سمت میبینه که این بوکر یه تارگت رو پیدا کرده، سعی میکنه بهش خودش رو جوری برسونه که این بوکر توی شوهای آورای یونیت ها قرار بگیره و بعد از اون بک میدن و یه اسموک با همتیمیاش میزنن و به سمت مثلثی حریف میرن، لینا رو پیدا میکنن. میبینید که یه لول یک روی لینا میزنه و یه دونه هلبرت اسمشر دیگه اینجا پیدا میکنه. شما زمانی که از یک کلیپ دو تا دارین میتونین دیگه اون کلیپ رو، اون نوع کلیپ رو به اصطلاح فدا کنین. زمانی که دارین تو جنگل فارم میکنین اون رو جلو بفرستین، اتک خور یونیت ها بشه و اینجوری خیالتون راحته که وقتی کشته میشه شما یه دونه دیگه از اون کلیپ دارین. و اینجا میبینین همین کار رو میکنه هلبرت اسمشری که هلس کمتری داره جلو میفرسته، همینطور مدالیونش رو روی کلیپ بزرگ شکل میزنه و با استفاده از بچه ها میبینین کلیپاش داره فارم میکنه. اینجا زمینه که یه وارد خیلی خوب هم گذاشتن و ویژن مناسبی دارن، هیروهای حریف اگر بیان اونها رو میبینه، کریاش هم دارن لاین پایین رو پوش میدن و اونجا هستن. با کشته شدن هلبرت اسمشر میاد اینجا یه ترول میگیره که بتونه روت بکنه هیروهایی مثل ارس سپریت و فیسلس وای که فرار میکنن به نحوی اینها رو روت بکنه. درگیری مثلثی رو دید، سعی کرد با لول 6ش به همتیمیاش هیل بده و اونها رو سعی کرد نجات بده ولی موفق نشد. ببینید میدونه تا اونجا بره درگیری تمومه، ضمن اینکه یونیت ها رو هم نمیتونه همه رو با خودش تلپورت کنه ببره، به خاطر همین رفت تاور رو پوش میگه و حالا به محض اینکه پوزیشن یه کری تلپورت کرد اینجا باز بک شده توی جنگل تا توی جنگل فارم بکنه. بازم اینجا ببینین پوزیشنش توی این تیم فایت چطوریه، هم تیمیاش دارن جوین میدن، سولار کرست از پشت سر انداخته روی ترور بلید و توی شوهایی وایستاده که اگر یونیتی داره که به اصطلاح خاصیت آورایی داره هم تیمیاش بتونن از اون استفاده بکنن. الان توی این زمینه خاص اتک اسپید هلبرت اسمشر رو دارن میگیرن، هم تیمیاش میرن روشان رو بزنن، براشون یه وارد میذاره بالای کپه که ویژن داشته باشن روی هیروی حریف. باز میبینین خرس خودش رو کجا گذاشته، این خرس قرمز رو کجا گذاشته و خودش هم داره این اطراف میچرخه، با سولار کرستش هم داره کمک میکنه به همتیمیاش تا روشن رو راحت تر بتونن بکشن. به محض اینکه ایجیس رو بردارن یه اسموک دیگه میزنن و پوزیشن هیروهای حریف هم تو مپ یه جورایی دارن، دوتاشون رو میدونن پایین هم یکشون بسطن، به خاطر همین سمت مثلثی حریف شروع میکنن حرکت کردن. ببینین جلوتر از همه نمیره ها، پوزیشنش رو درک بکنین، همیشه عقبتر از همتیمیاش هستش توی اکثر مواقع. و
از این سمت وایپر رو پیدا میکنن، سعی میکنه خودش رو به همتنیاش برسونه. باز میبینین توی مثلثی حریف وایساده و به کمک ریپاش داره کمپ انشنت حریف رو میزنه. ساپورت حریف که میاد دیوار کنه اینجا، یه ویژنی براشون بذاره، اون رو هم گیر میدازن و میکشن. از این سمت مطمئن میشن که دیگه کریای حریف الان نمیان مثلثی فارم بکنن، حرکت میکنن سمت جنگل حریف و با ویژنی هم که بالای تپه دارن ارث اسپریت رو میبینن. حالا ببینین با کریپ ترولی که داره به محض اینکه ارث اسپریت سعی کنه فرار بکنه اون رو روک میکنن و نگرش میدارن. بوید رو میبینه، یه مقداری بک میده که داخل اوتیش قرار نگیره، با لول 6 سعی میکنه همتونیش رو نجات بده و میبینید که توی این درگیری از پشت سر داره دور درگیری میچرخه، به صورت درگیری رو تایت میکنه. تارگت هایی که هیل کمی دارن مثل AA و لینا رو داره دنبالشون میره. چند تا کلیپ هم با خودش داره که بهش کمک میکنه این کار رو راحت تر انجام بده. سولارکس هم روی لینا میزنه، الان هم با این کاری که انجام داد لینا رو الان از درگیری حذف کرد، از درگیری دور نگه داشت. باز با ترول یه نت میندازه، تور میندازه، لینا رو نگر میداره، لول یکش رو روی لینا میزنه و موفق میشه با کلیپ هایی که داره و تعدادشون زیاد بود لینا رو بکشه. از این سمت هم حالا میره دنبال AA، الان هم باز AA رو از درگیری کاملا دیگه کشیده بیرون، تنها گیرش انداخته. سولارکرست هم روش میزنه، لول یکم روش زد، اسلوش کرد، اتک سپیدش رفت بالاتر و اینجوری موفق میشه دوتا سولو کیل بگیره و دوتا از هیروهای حریف رو بکشه. حالا میاد همینجوری که داره تو جنگل حریف میاد رو به عقب، آلفا وولف رو میبینه. بازم کلیپ فوق‌العاده به اصطلاح آورایی و ایویی هست که به شما چانس کریتیکال و بوناس دمیج رو میده. همینطور یه دونه سنتاور هم بر میداره که استان هم از این به بعد داشته باشه. میبینین همینجوری که داره عقب میاد سمت جنگل خودشون، مثلثی خودشون جای سیف میدن، با این کلیپ هایی که داره لاینا رو هم فارم میکنه. اینجوری به عنوان ساپورت گل پرمیت بالایی میتونید به دست بیاریم. بازم یه دونه هلبرد اسمشر میگیره و از این سمت هم یه دونه گوست میگیره. گوست هم یه لولی داره که هیروهای حریف و موومنت اسپید و اتک اسپیدشون رو اسلو میکنه. ضمن اینکه رنجر شما وقتی لول 1 میزنین از دور میتونه تونتون اتک بزنه و هیروهای حریف رو سریعتر بکشید. چون که الان مخصوصا هلبرد اسمشر داره اتک اسپید بهشون میده، آلفا وولف داره بوناس دمیج میده، الان گوست دمیج قوی تری هم میتونه بزنه، داشتنش خیلی میتونه بیشتر بهش کمک بکنه. ضمن اینکه یه دونه سنتاور هم داره، اگر مثلا احیانا ارس اسپید بخواد بیاد روی چن و اون رو سورپرایز بکنه، میتونه اون رو استان بکنه و همونجا بکشتش. میبینید وقتی هیروهای حریف عقب میرن از این فرصت استفاده میکنه، برای اینکه مید لین رو که به تازگی هیروهای حریف دیوارد کرده بودن باز با سنتری دیوارد بکنه، یه به اصطلاح وارد و سنتری وارد مناسب برای همتیمیاش میذاره که دارن توی جنگل فار میکنن ویژن خوبی داشته باشن. از این سمت باز تو مثلثی میاد برای کریای همتیمیش ویژن میذاره تا خیالشون راحت باشه، تیم حریف رو ببینن، نرن یه جایی فارم بکنن یه دفعه کریاش غافلگیر بشن و کشته بشن. از لحاظ آیتمی هم آیتم بعدی بچه ها فورس استف آورده و حالا میخواد یه دونه آقانیم شارت هم بگیره. میبینین گوست خودش رو فرستاده تا کشته بشه، میره دینایش میکنه، یه کمپ رو هم باش فارم کرد و از این سمت یه سنتاور دیگه هم برداشت. حالا میتونه چین استان بکنه، هر کدوم از این سنتاورها 3 ثانیه استان میکنن، 6 ثانیه الان میتونه یه هیرو رو استان بکنه. ضمن اینکه فورس استف هم دقیقاً به همین درد میخوره، شما یکی از سنتاورها رو فورس میکنید استان میکنه، این به شما 3 ثانیه زمان میده تا سنتاور بعدی بتونه به اون هیرو برسه و اون هم استان خودش رو بزنه و بازم اگه سنتاور داشته باشین همین کارو همینجوری ادامه میده. متوجه میشن هیروهای حریف رفتن روشن، خودشونو به روشن میرسونن. ببینین کریپاش چطوری عقب نگرداشته، نمیخواد کریپاش کشته بشن، کریپاش ارزشمندن و با لول 6 هم اینجا حرکتی نزد چون هیروهای یارش واقعا بدجا بودن، اگر 6 میزد بازم هم میاد کشته میشدن، فرقش شاید میشد یه ثانیه دو ثانیه. از این سمت هم ارث اسپریت چن رو پیدا میکنه و موفق میشن بکشنش. دوباره وقتی زنده میشه طبیعتا میره جنگل که چند تا کریپ دیگه به دست بیاره. این کریپی که به اصطلاح برداشته به شما هلت ریجن میده تو شوهای 1200 تایی، اوگر آبی رو برمیداره که یه لول فوق العاده داره، به شما بوناس آرمور میده. از این سمت استریت باز میاد جلو، یه لول 1 توش میزنه. باز ببینین توی درگیری که توی داره دور درگیری میچرخه، هیچ وقت مرکز و وسط درگیری و اون جلوتر از سیروهای
حریفش نیست، همیشه سعی میکنه پشت نیروهای حریفش دوروبر درگیری باشه، جایی که بتونن از لولای آورایی شما و کریپاتون استفاده بکنن و بتونین با آیتمایی که دارین مثل فولار کرست، فورس استر و لول یکتون تاثیر بذارین. از این سمت یه لول یک میزنه روی وید که صرفا اون رو اسلو بکنه و بتونن بیان رو به عقب. با یوبسپتر لونا اون رو میفرسته بالا، بلافاصله به محصه که میرسن خودش رو فورس میکنه که خودش رو نجات بده. یه سولار کرست هم زد روی لینا و موفق شدن اون رو بکشن. از این سمت ایجیس وید رو هم ازش گرفتن. به محصه اینکه وید زنده میشه باز لول یک میزنه روش که اون رو اسلو بکنه و همینطور همتیمیاش اتگ سپیدشون نسبت به اتگ دادن هیروی وید بالاتر بره. یه سنتاور رو از اینجا بر میداره، با همتیمیاش اسموک میزنن و به سمت مثلثی حریفینم وید رو میبینه. باز یه لول یک بلا فاصله میزنه، سنتاور خودش رو سعی میکنه به سمت وید برسونه ولی خیلی قبلتر از اون که بخواد همچین چیزی لازم بشه وید رو میکشن. باز از این سمت نها کنیم یه گوست رو میبینه، گوست یا روح هم بر میداره و یه وارد دیپ هم برای تیمش میذاره که حالا تیمش داره پایین رو پوش میده، یه ویژن خوبی هم داشته باشن. پوزیشنش هم توی این درگیری ببینیم، از این عقب وایستاده، یه سولار کرست انداخته روی تروبله که بهش آرمور مضاعف بده، هم خودش عقبه هم حتی عقبتر از خودش کیپاش رو نگرداشته. تیم عریف 45 میزنه، بک میدن، میان داخل مثلثی عریف. بازم یه به اصطلاح کریپ ترول دیگه هم اینجا میگیره، بر میداره، میاد عقبتر، یه دونه سنتاور دیگه هم بر میداره، حالا بازم میتونه چین استان بکنه. پوزیشن ارث اسپریت رو دیدی لحظه، از این سمت وید و هیروهای حریف رو میبینن، یه مقداری میان عقبتر، یه دونه سنتری میذاره، سعی میکنه دیوار بکنه و با لول 6ش همتیمیش رو سیف بده، ولی ببینین بازم عقب وایستاده ها. خودش پوزیشنش توی این درگیری تیم فایت تقریبا عقبترین هیروی توی تیمش بود. با کشته شدن همتیمیاش دیگه توی پوزیشن خیلی دفاعی تری رفت، رفت زیر تاور وایستاد، اومد این واردی که جلوتر بید رو زد و میبینین بازم عقبترین هیرو وایستاده، سعی میکنه با لولاش به همتیمیاش کمک بکنه یا به اصطلاح با لول 6 اونها رو نجات بده. متوجه میشه بازم نیکس اساسین تو درد سر افتاده، باز اولتی میزنه سعی بکنه اون رو نجات بده ولی خب موفق نمیشه. از این سمت ویدم بیکیگی میزنه و فرار میکنه. متوجه میشن روشان زنده شده و هیروهای حریف هم همون اطراف هستن. ببینید کجا وایستاده، بالای مثلثی وایستاده. حالا که وید میره جلو و اولتی میزنه، یه دونه سولار کرست میزنه رو تروبلید که بهش آرمور مضاعفی بده، سعی میکنه اون رو هیل بده. ببینید کریپاش هم چقدر عقبن، برای چی اونقدر عقبن؟ چون یه هیروی اپوستر نتونه بیاد اونا رو بزنه و اگر یه هیروی مثل ارث اسپریت اومد جام بزنه یا پرش بزنه بکلاین اونا، یعنی بکلاین تیمشون هیروهایی که عقب وایستن، بتونه اون رو اسلام بکنه، روتش بکنه و به اصطلاح نگرش داره و بکشنش. از این سمت ببینید یه دونه سنتاور رو داره جلو میفرسته، سنتاور دیگر رو بالای تپه جایی نگرداشته بود که بتونه اون رو فورس بکنه و از لول استان سنتاور استفاده بکنه. همینطور که همتیمیاش دارن جلو میرن چیس میکنن، داره باهاشون میره، کاورشون میده، لول 6ش هم داره آماده میشه، فورس استفه آماده هم داره. از این سمت این بوکر یه هیرو رو دیر میندازه که اونم بی کی بی میکنه و فرار میکنه. حالا که داره میاد عقب، بازم یه وار تو جای مناسب میذاره که همتیمیاش که الان دارن کار میکنن توی جنگل ویژن مناسب رو داشته باشن. بچه ها اینجا رو ببینین، شما خیلی وقتا پیش میاد یکی از کریپاتون هیلش کم بشه، حالا چه تو درگیری چه مثل الان با هیل کم اون رو بگیرین، شما همیشه میتونین اون رو بفرستین توی چشمه و هیلش رو پر بکنین. یعنی کلیپ های شما انقدر براتون باید مهم باشن، عزیز باشن و ارزش داشته باشن و همیشه هم از این کار استفاده بکنین، مخصوصا مثلا وقتی که دارین یه بیلد میچینین که بیلد آورایی باشه، یا مثل الان سه تا سنتاور دارین، بیلدایی که به اصطلاح یه جورایی
خیلی عالی و فوق‌العاده برای شما محسوب میشن، اینا رو سعی کنید تا جایی که ممکنه نگرشون دارید و به چشمه هم خیلشون بدید. ببینید اینجا چجوری از چین استانی که جلوتر گفتیم استفاده میکنه. سنتاوراشو آورده، یک رو با فورس استف میفرسته جلو استان میکنه، دومی رو استان میکنه، اومد سومی هم استان بزنه، ولی خب همتونیاش وویدو فورس کردن، به هر حال وویدو کشتن، ایجیس رو ازش گرفتن. بازم ببینیم پوزیشنش کجاست، اومده عقب تر واسه اولتی هم داره، سولار کرست هم داره، اولتیشو میزنه که همتیمیاش رو هیل بده. وید هم اولتیشو استفاده کرد، بک دادن، حالا میتونن هیروهای حریف رو چیس بکنن. از این سمت ای ای رو پیدا میکنن، یه لول یک روی ای ای میزنه، میدونه که نیکس اساسین به تنهایی موفق میشه ای ای رو بکشه. حالا که هیروهای حریف اولتیاشون رو زدن، بی کی بیاشون رو استفاده کردن و 5-4 با خیال راحت میرن که برن های گراند حریف، اونجا به اصطلاح پوش بدن. یه واردم میذاره توی مثلثی حریفی، کسی از پشت سر دورشون نظره باز بیاد. باز ببینید سنتاورا و ترولای خودشو کجا گذاشته و خودش هم این سمت‌تر آماده است که بازم این کنبوی چینستان رو بزنه. سنتاوراشو حرکت میده، یکی رو ببینیم، اونی که جلو بود پورت کرد، استان کرد، موفق شد وید رو نگه داره، وید رو بکشه، زمین که لول یکش رو هم روی وید زده بود و حالا در نهایت وید بای بک میکنه و میکشنش. از لحاظ آیتمی، آیتم بعدی هم میخواد هکس بیاره. شما ببینین توی به اصطلاح بیلدی که داره کلی استان و روتو این چیزا هم گرفته که وید و ارس اسپریت فرار نکنن. میخواد هکس هم بیاره که باز بتونه به همین قضیه کمک بکنه. ضمن این که بچه ها یه دونه کریپ الان دستش داره به اصطلاح هلبر به اصطلاح معمولیه. این یونیت تو شوهای 1200 هایی به شما هم تیمیاتون و یونیت ها مجیک رزیستنس میده، منتها به یونیت ها مجیک رزیستنس بیشتری میده. از دور یه سولار کرست توی هیروی حریف میزنه، بازم میبینین چقدر عقبتر داره میچرخه، یونیت ها رو عقبتر نگه داشته. وید میپره، اولتی میکنه، لول 6ش رو میزنه، همتیمیاش رو هیل میده و بازم میبینیم پوزیشنش کجاست، عقبتر از همه داره حرکت میکنه. سولار کرست میندازه روی ترولی تا بهش آرمور مضاعف بده. ببینید وید اولتیش رو استفاده کرده، تو درگیری بعدی قبلی به بخشی بایبکش رو هم استفاده کرده بود، الان هم شدن 5-4. ترولید هم متامورفوزی که پشت بازم ببینید وید رو با یوتیوبر بالا فرستاده بودن، ستار خودش رو جلو فرستاد، به محصه که وید اومد پایین اون رو استان کرد، لول یکم روش زده بود، موفق شدن وید رو بکشن که بایبک هم نداره. از این سمت وایپر رو هم پیدا میکنن و اون رو هم میکشن. تیم حریف هم بای بک نداره دیگه، جی جی میزنه و بازی تمومه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و با این هیرو به راحتی بیم بدین و انوار خودتون رو بالا بیارید. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار همگی.